اینجا حوزه اول امنیتی کابل است، در قلب مندوی و در میان ازدحام از بازار مندوی کابل. با آمدن نظام جدید در کشور در ذهن همه اشخاص عبور می کند که حوزه های امنیتی کابل توسط چه کسانی رهبری می شود و آیا همانند قبل مدیریت می شود و یا بیشتر از آنها توجه صورت می گیرد؟ چاو چطور بود؟ خنخ رفته بودی نه؟ مشکلات خونه بوده؟ بنده مخابرات بود که شکر بودی خیر و خیره رابطه قایمه ده؟ او چه مشکل خوبه نمونده؟ دستور پرسنل سر رابطه ایشان الله نظر بتاس بودیت پنده. آمر حوزه اول امنیتی با آمدن به دفتر بیشتر دوست دارد به شعبه های کاری همکارانش سری بزند و از آنها دید و بازدید کند و در مورد کارهای روزمرهشان از آنها اطلاعات درست داشته باشد. خیلی سب چنگه یه؟ بجردون مگیری خیلی مشکلات خونسته؟ کنه کنه خیلی جورد خیلی 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 چیز چیز مشکل خو ندارند، کدام اداره خو باید کدام خدا نکرده بی وسیلی یا خدا نکرده ایتا کدام وضعیتی خراب همراهش ما نخواشد؟ نه مطمئن بگوین، ما یقین بوده ای خوش میشیم مشکل نیست به خاطر از اینکه ما مشکل خود حل نکنیم، از اینکه کسی بل حل نمیتانیم هر اداره خدا نکرده وقت برای مشکل شما رسیدگی نمی کنه یا خدا نکرده گفای شما رو گوش نمی گره برای ما ایتا در جرعت گفته میتونیم نه انشالله بیخی سهیست از هر صحب امنیتی تا برو کل چیز سهیست خانه شما در کدام سه هست؟ ناحیه اول هست ناحیه اول تکن شتار از در ناحیه اول وضعیت امنیت امنیت خوب نه راز بود کل چیز گم شده گم شده نه؟ مجاهدین گزمه و پیره و چکپاین داره؟ شب و روز در پیره هست خدا پاکتون خواهی به برکت شما هست مردم شما امرای ما خیلی هم کار هست دا څه کار کوي؟ دای دا تذکرې نه دي دا تذکرې ورکوي دوی ته اجازه نشته اوس دای دا شپږ میاشتې دا پرچې نه دی هغه نه ولیدي دای په خپل سر دا فعالیت کوي اوس به یې سړی هم راسي مشر مادر از شما خیرت بوده چی مشکل داشت؟ سلام علیکم دوباره. کنه اگه مرگا بود کوایت خط نگرفتی که دختر بلد مادرش تسلیم شده سوار خودم کار نکنم پس سر خودت دا نکنم که چکه ای دختر مارم در کدام مدیریت از تو تسلیم کرد؟ با کدام مدیریت تسلیم کردم دختر است؟ معاونت بازار آمدیم امرای از ما گفزه ایم که یک خط بر ما بگیره که دختر تسلیم شد و یک خط هم از پیشش بگیره که دگر ما که از این هم مرده داریم نه زنده داریم نه سر مدار بخورم نه سر نشاندار میخوریم یک کدام قسمت جزیم و یک برادرزادی دیگه مثل یک کبچه هستم پدرش میوب هستم جوری و ناجوری مرا برداره انسان خمرش هم کوتاست هم دراز سبب از جای میفتم فرق میشم مثل این برادرم مره اگر ورتا و دی جنی مقابل لات مال کلی دی اگر او غړی ورتا لغه چ تسلیم خط واخلی دی ته خط ورکې دی د پاره سنل پاینده کې ادا پهونه کې
اینجا مراجعین بیشتر دیده می شود که به خاطر مشکلات حقوقی جنایی و یا هر آن چیزی که است به دفتر آمر حوزه مراجعه کردند و مشکلات خودشان را مستقیم به آمر حوزه شریک می سازند. روزکاری حوزه اول امنیتی است. ما هم در کنار آمر حوزه هستیم. دوست داریم بعض جاهایی که خود آمر صاحب می خواهد بره ما هم همراهش بریم و بعض حرفا و گپای دیگی که از خود ملا صاحب منصور آمر حوزه اول امنیتی می داشته باشیم. در کل سوال در ذهن خیلی ها می گردن که مثلا وضعیت حوزه امنیتی کابل بعد از تغییر نظام چگونه هست؟ مثلا چگونه اینا فعالیت میکنن، چگونه اینا کار میکنن، مثل قبل واری به مشکل هست؟ یعنی امروز شما در ابتدا هم بعض تصاویر دیدین که مراجعین اینجا بیشتر آمدن و مشکلات های خود امرای مستقیم آمر حوزه یا معاونیت در جریان گذاشتن. اول خب بازم سلام، مونده نباشی مولا صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواستین انشاءالله بخیر آمدین، هر وقت بخیر بین، خدای پاک جای هو شما را اجر بده، خدمتاتون خدای پاک قبول کنه. زنده باشین. خیر باشین، زنده باشین. جناب ملا صاحب پیش ما و در خلافم هست، یک روز دیگه به مشکل آمدیم چون بر صورتش مصروفیت های آمر صاحب به حد زیاد بود که نتونست امرای ما باش از هم بگیره در برنامه، منتها بعد از مشکلات تمام تانست امروزی برنامه را هماهنگ بکنیم. امرایتان چه رقم هست و وضعیت امنیتی حوزه اول؟ بر صورت مراجعین در اول دوستان در تصویر دیدن، شما مکمه تعریف بکنین. الحمدلله فضل خداوند جل جلاله هست تا که ما در این ساحه آمده ایم. از حاکمیت امارت اسلامی ما در این حوزه هستیم، تقریبا 9 ماه میشه میگذره. لله الحمد برای شما و برای کل ملت معلوم میشه امنیت الحمدلله 100% تأمین شده او تأمین است. الحمدلله وطندارای ما شب و روز الحمدلله مکسب کار حلال خود را، زندگی خود را مطابق شریعت پیش مبرن، کدام تشویش و تکلیف برای هیچ وطندار ما الحمدلله نیست. دیگه سطح جرمای جنایی الحمدلله در صد تقریبا 99% کم شده. بعضی مشکلات کم گفته نمیشه که مردم ما بین خود لفظی کدام مشکلات جنجال داشته باشن. دیگه لله الحمد سرقت مصالحانه مکمل به پای رسیده، اختطاف الحمدلله در حوزه ما که آمده ایم الحمدلله اختطاف نشده. دیگه امنیت ما اطمینان مدیم کل وطندارای خود را که 100% الحمدلله امنیت برپا شده، برپا است و ما شب و روز انشاءالله در خدمت مردم هستیم، در تأمین امنیت ملت و مردم خود هستیم. زنده باشین، بخیر باشین. حقانی صاحب در ساحه حوزه اول امنیتی، البته قبلا شما من از کابل آگاهی داشتین نه؟ میفهمین که در کابل مثلا کدام ساعتش زیادتر ناامن بود یا کسی مثلا شب بعد از شام رفتن هم میتونستن، ای تو کدام منطقه هست مثلا در ساحه حوزه اول که مردم ای تو فکر میکردن احساس امنیت ندارن حالا خوبتر شده؟ پیلن خو الحمدلله شما خودتانم هم میتونین در کل ساحه ما بگردین و پرسان کنین از مردم ساحه که اینجا بود و باش داره، شب و روز میگرده، هیچ کدام تشویش از یک نقطه مردم نداره، شب و روز گشته میتونه. و وقت برای شما هم معلومات بوده که در ساحه حوزه اول بخاطر یک ساحه تجارتی، یک ساحه مهم است و اینجا پر ازدحام ترین ساحه کابل است. بخاطر ازدحام اینجا زمینه برای مجرمین و جنایتکارا مساعد بوده. خب الحمدلله به همکاری مردم او به تکلیف و زحمات مجاهدین که شب و روز در ساحه موجودیت داره و میگرده گزمه میکنه و دیگه همکارای مخفی که دارن، دیگه لله الحمد و کل مشکلات به صفر رسیدن. دیگه انشاءالله تعالی ما بر وطندارای خود 100% اطمینان میتیم که در ساحه حوزه اول حتی در ساحه کل کابل الحمدلله مکمل امنیت تأمین شده. خود در ساحه ما لله الحمد مجاهدین و مردم کلشان همکار هستن، زیاد کوشش کردن، امنیت الحمدلله تأمین شده. وقت زیاد مشکلات در ساحه حوزه اول بود که صبوری و مشکلات جنایی و سرقت های زیاد بود. خود در دولت پیشینه لله الحمد و آمدن امارت اسلامی در کل کابل انشاءالله پرسان میدانین که ساحه حوزه اول از کل ساحه کده زیاد امنتر و مأمون شده. گاهی وقتا میرین به چک پوینت ها به ساحه که حادثه میشه؟ بله مسئولیت ما اینمی است، ما شب و روز مسئولیت داریم، رسمیات ما شب و روز است.
24 ساعته مسئولیت داریم. اینمی مسئولیتی ماست که از پرسنل خود آگاهی باید داشته باشیم. در 24 ساعت در هر لحظه در هر ثانیه مخابراتی رابطه داریم، تلفنی رابطه داریم او در 24 ساعت با سریاجی ما یک گزمه میکنیم. گزمه متردار و پیاده خود ما همراهش میریم، چک پینا رو هم چک میکنیم. دیگه انشالله تعالی کدام تشویش یا کدام شکایت برای ما فعلا مردم نکرده. بخیر باشین. سوالی که بیشتر در ذهن مردم هست، معمولا در بعضی جای آدم بر میخوره با این سوالا، موترایی که معمولا در شهر و بازار در ساحات اینها یا گشت و گذار میکنن، معمولا یکی از اینی پرچم دارن، یکی از پرچم دولت قبل سی رنگ دارن. دیگه شما شاید آگاهی داشته باشین که از شروعی که همین افغانستان تاریخ مثلا همون 5000 سال تا ایدم 26 پرچم تغییر خورده. گاهی وقتی تو روبرو شدین که در یک موتر دو پرچم بوده باشه؟ در این شرایطی که حالا آمدین؟ بله نه خیر، فعلا ما خودم همراه ازیت یک حالت مواجه نشدم. ما اکثر وقت والی مردم را که میبینم الحمدلله امزی پرچم سپید کلمه دار مردم استفاده میکنه، بخاطر ازی که اگه از او دیگه هم باشه در پولویش دیگه از دیدگاه فعلا خو ما همراهش مواجه نشدیم. منتها مردم ما میفهمه که 1400 سال پیش قدامت داره، این بیرق نبی علیه السلام است، این با کدام تنظیم با کدام چی ارتباط نداره. این عموما به خاطر اسلام، به خاطر شریعت محمدی و به خاطر نبی علیه السلام که بیرق ازو بوده، به خاطر ازو انتخاب شده. خیلی مردم همراه ازی علاقه زیاد دارن. قربان کلمه شام هرچی نباشه، عرب دیست که مثلا در بعض دوکان ها قبلا پرچم های بسیار خرد سیرنگ وجود داشت، حالا متوجه شدین گاهی وقتا که رفتین دیدین همچون چیزی را؟ نه خیر، فعلا ما همراه ازیت یک حالت مواجه نشده ایم. خودت تصمیم داریم بریم یک چکر؟ انشالله میریم اگر رضای خدای پاک بود. ما هر وقت بعد از 4 بجه دیگه بیرون میشیم، سری چکپینا و پستای خود میگردیم. انشالله تا دمی ساحه و در مارکت ها هم میریم. در جمعه 2 روز باز ما همراه مردم میریم، یا در مارکت ها یا در مساجد همراه مردم میبینیم، مشکلات از را گوش میگیریم، یا از مشکلات از خود خبر میکنیم، یا کدام همکاری که ما از او بخواهیم همراه از او مجلس میکنیم، باز هم همکاری از او را میخواهیم. دیگه انشالله کدام می توقعه و یا حالت ما ندیدیم که دو بیرق و یا در دکان یا در مارکت و دیگه جا ما دیده باشیم، همراهش مواجه نشده ایم. خیر باشین. پس ما همراه حامر صاحب حوزه، همراه جناب حقانی صاحب میریم در ساها که بخصوص های چک پوینت ها، جایی که قبلا مثلا بگو مگوی وجود داشت که امنیت بهتر نداشت. البته حالا چه رقم هست اگر حامر صاحب از وقت داشته باشه حتما. امروز ما میمان هستیم، ما ناز میکنیم دیگه، خودت ناز ما رو بردارید. هر وقت بین، هر وقت میمانی ما هستن، این خانه خودتان هست دیگه. منتها بخشای هر کس جدا است، این وطن سر کلی ما شما حق داره. کلی ما باید در هر بخش که خدمت میتونیم باید خدمت کنیم برای وطن خود، برای ترقی وطن خود. دیگه انشالله ما در این بخش امنیت خدمت میکنیم برای وطن دارای خود، شما در بخش مطبوعات دیگه خدمت کنین، مسئولیت شماست، ما انشالله مسئولیت خود ادا میکنیم. بخیر باشین. پس بیننده باشن وطن دارا هم بخیر باشین. زنده و سلامت باشین. تشکر شما هم. همراه عامر صاحب میریم بعد ساحات بیرونتر. در ابتدا تصاویر هم دیدین که بعض مراجعین آمده بودن پیش عامر صاحب حوزه، با اون سلوک نیکشان بسیار برخورد نیک کرده، امرایشان چه از طبقه اوناس بوده چه از طبقه ذکور بوده، بر صورتش وظیفه خودشان در ایسه در ابتدا شما هم دیدین بسیار مقبول انجام دادن. پیشتر هم میریم جاهایی که قرار است عامر صاحب بره، ما هم که یک جای میشه میریم ببینیم چه گپای دیگه است. بیننده باشیم. وقت صرف طعام است و اینکه با تعداد از مجاهدینی که در داخل دفتر با ایشان مصروف بودند گرد یک دسترخوان جمع شده و غذا میل میکنند. آقا جان مو گیاری زو بر ترازو قریسه برم حرکت برم شما از پیش برم چه تسکین داریم بخیر ما میرم بخیر تو امزی شاید و شمشیره بخیر ان شاء الله شاید و شمشیره شاید و شمشیره ولی نیست یعنی یک چک پوینت ما هست بعضی دیگه اندوالای چی هست در بخاطر امنیت همونجا استاد است سر ازای که حال احوال میگه میریم میریم میریم
دیدگاه جمعت مجاهدین آوریه؟ ارمه ارمه سنگ سو مراسم خلاص ولو؟ اومدیش از ظهر جنازه منزو سو خلق روان دی بس الحمدلله دیر خیر روان دی الا پاکم و ساعتا چو مشکل خوبا انشالله نو؟ الحمدلله مشکل نو عمر حوزه اول امنیتی کابل خود به خاطر اینکه در ساحات چک پوینت ها مشکل پیش نیاید برای بازدید از آنها می رود و خود از شهروندان و آبیرینی که از آن مسیر عبور و مرور می کنند پرسپال می کند تا نوه برخورد مجاهدین امارات اسلامی را با آنها بررسی کند. السلام علیکم سلام سے سنگ ہے جوڑ خیر تو بتن شیشہ لگنٹ ٹھیک ہے شیشہ لگ ٹھٹا کر سنگ ہے علیکم جرالے کورا رو ترا کدا کاپی دا اصلی کاپی دا اصلی کور کے اصلی ولی نہ کر دے مشکل پیدا یا کاپی خیت امکان نہ لوس خلق کاپی باندې موٹر کله فریدی دا جالی دا دا جالی دا او کور دی چیر دا کله زمان خان کله زمان خان کی دا چې کاپی است دا کوپی ر په باره نو تر تر بسم الله ير ګشک ير ګشک ون استاد شه تر افته پته با کاپی با کاپی اسناد ولی مترار جواز چی نه مته اجازه نه مته کل جور میشنه دا کورلا دی خطر اول دا کورلا را اول السلام علیکم مولانا ستاره سی خلاصی چه نام داری؟ ایوک الله تذکره داری؟ تذکره پیش نیست مقصد لسان جاوسای دارم جاوسای داری؟ چی کجا است؟ اسناد موتره؟ اسناد موتره هم اصلیست کافی؟ اصلیست از کجا آمده؟ از کدام طرف آمده؟ خانه در نای اول از چندور در کارت سخی وظیفه داره چی وظیفه داره؟ وظیفه همونجا در وزاره در جاو خواب خادم هستیم همونجا کارم چند سال میشه که موتر گرفتی؟ موتره نگه تقریبا 8-9 سال است خیلی تسکریم نامت چی هست؟ ایوک الله کاغذ خرید کجا هستی خو محمد اکبر است خود به نام اون نفر است که چیز دیگه کاغذ خرید کو کاغذ خرید خود خانه است به خانه است به خانه خیلی چرا است کاغذ خرید خودم به موتر میگردن اولی چی معلوم میشه که این موتر از تو است یا دیگر کسی است جواز سه خو هست او با خاطر راندگی موتر تو جواز داره نه کاغذ خرید دیگه مو یک قدم نگشتم مال یک قدم کاغذ خرید بتل دیگه چی قصه است در اخ چیز مشکل نبود نه چگاه نه دارم مهم تا خدا میاد خوب است وضعیت مجاهدین امروز ما چطور است خوب است ما اونجا در مجاهدان هم گفتیم مجاهدین هم کار است من خوب است نه در چک پای نو خدا ما خبر شما مزاحمت یا چیز مشکل نمیکنه که مشکل نباشه حالت شار چطور شد از وقت کده ایما اختطاف خدا نکرده یا چی؟ کاروبار جور چرا دیگه کل کار جور است دیگه جور است؟ امنیت برقرار است فقط مشکل ما یکی میگه که منان پیدا شد دیگه چکم انشالله او میشه روزی در دست خداوند جه هست انشالله کلانای ما شما مصروف است میخواه که زمینه سازی کنه برای کار انشالله تعالی او مشکلات حل میشه مهم چیز امنیت است بله چطور؟ امنیت خوب است خوب است؟ دزدی یا چیز مشکل خونه خوب است مجاهدین ما خواهد شما برخورد چه رقم برخورد داره؟ شما از ما از مجاهدین چه تقاضا دارین؟ چی کنیم؟ تقاضا اینمیست که بخیر یک امنیت به فامید یک کاروبار شوه یک آرامی شوه وطن ما اینه 36 سال عمر ما شده که در 36 سال اینمی جنجال سرگرد الحمد لله امنیت خواه آمده امشالله دیگه از این بهتر شوه خوبتر شوه امشالله که امنیت آرام باشه الحمد لله شب و روز ما شما گشته میتونه ما این از 36 سال عمر ماست که در این وطن اینمی در جنگ گردونیم ولی خونیست الحمد لله توکل به خدا خدا خوب کنه از این باید بهتر شوه
از مجاهدین اگه سلوکش همراهش ما سم نباشه دیگه چیز مشکل باشه برای ما بگیم. نه انشاءالله تمام قدیما کس چیز نگفته دیگه از این باباتش هم توکل به خدا دیگه. خب برای خیر بخیر باشه خیر. ما در ساحه سینمای پامیر، البته نزدیک سینما پل اولی که است، همینجا به چک پوینت همراه عامر صاحب حوزه آمدیم. البته طبعا عامر صاحب هم دوست داشت که از بعضیایی که در این مسیر رفت و آمد میکنن پرسان بکنه سلوک مجاهدین امارت اسلامی با شهروندای عادی که معمولا موتر میرن در چک پوینت ها است، چه رقم است، چگونه است. عامر صاحب آمد یک خاص بازدید بکنه. فکر کنم کسی که در رأسش مسئولیت داره نام دارم خاریست صاحب قطعه اول مهربان فاتح، کسی که مسئولیت این ساحه را داره، البته به خاطر چکپوینت انداختن معمول مترک تیروبی میشن پرسان میکنن و بازخواست میکنن. چه رقم شما محاسبه میکنین عامر صاحب امی فضا را؟ الحمدلله یقین کنم که درون میایم این حالت را میبینم. هیچ تصور از این حالت ما نکده بودیم که در وطن ما یک وقت ایتی که آرامی خواب بودد. ما اکثر وقت تنها همراه یک اندوالم همراه می باشه نمی باشه ما سری چکپوینت می گردم، اکثر وقت پای پیاده می گردم. وطندارای خود که می بینیم الحمدلله شب و روز به مو کسب و کار حلال خود مصروف هستند دیگه، کدام تشویش الحمدلله برای هیچ کس نیست. جای خیلی خوشی است الحمدلله، خیلی احساس خوشی می کنم که الحمدلله باز خداوند جای ما را به خاطر خدمت وطندارای خود اینجا از ما خدمت میگیره دیگه. این جای خوشی است که خداوند ما را برای خدمت مردم به خاطر حفاظت مال و عزت و جان مسلمان ها اینجا انتخاب کرده برای از آمده، جای خوش است. حالا از موضوع رخصتی ها را بگوین، مسئولیت های کاری که زیاد است، خانه همی کابل است یا ولایت است، رخصتی داری نداری یا اینقدر مصروف شدی که نمیری؟ می خانه انشالله همینجا است، خانه همینجا است انشالله تعالی کدام مشکل نیست. دوباره خانه اکثر مسئولین الحمدلله فل نمین ده هفته ها میری یا هر روزه میری خانه؟ هر روز میتونیم که بریم بعد از خفتن، هر وقت رفتن میتونیم. خب منتها ما نوکری داریم، در وقت نوکری خود در کار خود در وظیفه خود میباشیم، مسئولیت خود که نوکری نباشیم باز رفتن میتونیم بریم. بعضی چک پوینت ها که بسیار جدی است، مثلا سرش بیشتر جدی توجه میکنین که معمولا مترک رفت آمد میشه، قضیه گپی میباشه، باز خانوما هم هست که مثلا در تیمتان سای چک پوینت مثلا معمولا طبقه اوناس میباشند در مدرسه؟ اصلا بالکل پرسنلی که از وقت بوده که در کدام اداره خانوما به جای خود مانده در خانه خود میباشه، کدام وقتی ضرورت شوه باز از خانه میتلیم وظیفه خود انجام میده پس میره طرف خانه خود. خب بسیار خوب عامر صاحب، همیشه این اینجا آمده میایم. بسیار زیاد تشکر عامر صاحب از اینکه بر ما وقت دادی آمدیم. البته یک روز کاری حوزه اول امنیتی بود، ما حوزه های دیگه امنیتی را هم به این شکل میریم میبینیم امی کار کرده یک روز. از اینا که حوزه های امنیتی چی میکنن در یک مثلا در یک روز کاریشون چی میکنن، در کجا مسئولیت دارن؟ در شروع شما هم خیلی دیدین و در قسمت که امیجا هستیم خود عامر صاحب رسما رفته مثلا مترارستاد کرده، مثلا گفته که چه رقم از سلوک مجاهدین امروز شما، چه رقم از برخوردشان، چه رقم از اونا هم اونمت رضایت نشان دادن، یک لبخندک در لبشان داشتن. بسیار تشکر از خودت عامر صاحب، بر ما وقت دادین. الحمدلله وضعیت امنیتی 100% الحمدلله امنیت تامین شده در شهر کابل. بعضی مشکلات که هست الحمدلله امارت اسلامی و مجاهدین به چی ارگانای استخباراتی وظیفه دادن، او الحمدلله خیلی متوجه هستند. دشمن ما الحمدلله از پا در آمده، ظاهراً کدام جای نیستن، کدام دشمنی پود که است الحمدلله از پشت از او زیادتر امارت والی زیاد متوجه هستن. انشاءالله به زودترین وقت همی مازی نام و نشانش که مانده انشاءالله به زودترین وقت ما هم نیست و نبود خواهد شده. بخیر باشین، تشکر سرزد با کمک مردم ما انشاءالله. سلامت بخیر باشین از خود هم شما همچنان باری سب میربان زنده و سلامت بخیر باشین. سلامت سرزد تشکر.
جان سپاس که بیننده یک روز کاری حوزه امنیتی اول بودیم. ما در ساحه چک پوینت آمدیم همراه خود عامر صاحب حوزه، حرفای از اونام داشتیم و دوم مو هم خواست مثل کسایی که در چک پوینت ها عادی معمولا پرسان میکنن، از مرانندایی هم خواستم تک پرسان بکنن، دوم خواست رضایتشون رو بفهمه که چقدر رضایت دارن. خب حرفایی بود که اونا رد و بدل ساختن، مسئولشون هم مهربان قاری صاحب مهربان دیگه، البته اینا هستن که مربوط به میساها هست، معمولا چک پوینت ها رو در ساحه بررسی میکنن. از کلتان تشکر که بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه بعد که من وارث مجددی در خدمت شما قرار میگیرم، تک تکتان به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. خوش آرام باشین. الله حافظتان.